بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اذکار. اذکار و دعاها گفتیم که با هم بسیار رابطه تنگاتنگ دارند. ذکر حقیقت‌های باورهای یک مؤمن حقیقی و صحیح هست که این باورها و این حقیقت‌ها باید زنده نگه داشته بشه، و دعا دغدغه‌های روزمره انسانی هست که باورمند هست، بر اساس باورهایش داره زندگی می‌کنه. انسانی که بر اساس باور زندگی میکنه به طور طبیعی دغدغه و اصول فکری و اصول ذهنیش با کسی که بدون باور زندگی میکنه متفاوت است. انسان ناباور اون چیزی که اونو محرک هست هوا و میل و لذت‌های آنی و فانی هست. در هر لحظه ای یا میتونه هیجان برش غالب بشه یا عوامل مختلف بیرونی اون رو به خودش بکشونه، یا نیازهای مادی درونی محرکش باشه. اما یک انسان باورمند هیجانش هم مهار شده هست، میلهای درونی نفسش هم تنظیم شده هست و نیازهای حقیقی مسیری که برای خودش تعیین کرده و هدفی که تعیین کرده مهمترین و محوری ترین اموری هست که در ارتباط با اونها فکر میکنه، در ارتباط با اونها ذهن و قلب خودش رو مشغول نگه میده. همه انسان ها میخوابن. خواب یک نیاز طبیعی هست و وای به روزی که اون انسانی از این نعمت الهی محروم بمونه، حالا چه بر اساس به سبب مریضی یا عوامل مختلف عارضی که مانع خواب انسان بشه، اون اوقات یا اون لحظات جزو سخت‌ترین و دشوارترین لحظات در زندگی به شمار میاد. نعمتی هست، بزرگترین نعمت الهی هست، ولی ازش اگر کسی محروم بمونه بسیار دشوار و سخت است. همونطور که این نعمت در ذات خودش ارزشمند هست و نیاز به ذکر و نیاز به شکر الهی داره، به دنباله این بیدار شدن هم باز هم نعمت هست، فرصت هست. اگر این نعمت رو نداشته باشیم محروم بمونیم باز هم مشکل هست. اگر نعمت رو به دست آوردیم و در انتهای این نعمت باز از حیات محروم موندیم باز هم محرومیت هست. انسانی که انسان مؤمن باورمند چشماش که باز میشه اولین جمله هایی که به زبان میاره میگه الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. سپاس پروردگار متعال، حمد و صفات کمال نیکو رو شایسته رب ذوالجلال یکتا میدونم، اون کسی که زنده گردون ما رو بعد از این که ما رو میروند. مرگ یک حقیقتی هست که در زندگی همه موجودات زنده اتفاق میفته. خواب نشانه یه نشانه های مرگ است. یکی از اشکال و یکی از صورت های
مقدماتی هست که ما میتونیم درش بی ارادگی یا تسلیم شدن خودمون رو در مقابل امر الهی ببینیم. وقتی چشمای انسان باز میشه از خواب، این جمله رو که به زبان میاره در واقع اعترافی هست به این که حیاتی هست و مرگی هست، و این خوابی که برام اتفاق افتادم در حقیقت در اختیار من نیست، در اختیار الله متعال است و میتونست همین یک موت دائمی رو باعث باشه و در انتها نهایت اینه که به علیه نشور و در انتها نشر و حشر و رجوع ما در انتها به سمت الله متعال هست. این اعتقاد موت، حیات، نشور اون چیزی هست که انسان از آغاز فعالیت باید در ذهن خودش ترسیخ بکنه تا اینکه فعالیت‌های روزمره خودش رو بر اساس این باور و بر اساس این حقیقت تنظیم بکنه. هرگاه از این قضیه غافل موندیم به طور طبیعی میشیم موجوداتی که نه درشون رحم هست، درشون انضباط هست، نه درشون اخلاق هست، نه درشون قانونمندی هست. بی‌ضابطگی، بی‌نظمی، آوارگی و فساد اخلاقی، همه اینها ثمراتی هست که در پی غافل موندن از این حقیقت در انسان پدید میاد. یکی دیگر از الفاظی که باز در کتب سنن اومده از جمله امام ترمذی آوردن این هست که میگیم الحمدلله الذی عافانی فی جسدی، اونجا در اون روایت الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا، در اینجا اومده الحمدلله الذی عافانی فی جسدی، من رو در جسد من من رو عافیت بخشید، و رد علی روحی، و به من نفس و روح منو بازگردان، و اذن لی به ذکری، و برام فرصت داد اجازه داد که ذکر او رو به جا بیارم. الفاظ متعدد هست، تعدد الفاظ در دعاها تنوعی رو پدید میاره که این تنوع در حقیقت جنبه های مختلف معنوی رو همراه هست. همونطور که ما در تنوع دعاها و اذکار استفتاح نماز اشاره کردیم، این تنوع یک تنوع هدفمند بسیار پربار و پرمعنا هست. انسان به هر اندازه بتونه از این تنوع بهره بگیره، به اون اندازه از کارش هم پربارتر خواهد بود. خیلی موقع هست که یک ذکری رو فردی حفظ میکنه و به زبان میاره و در ناخودآگاهش ثبت شده هست، حتی معنا و مفهوم اون ذکر رو هم براش تداعی کردن صورت نمیگیره. مثل سبحانک اللهم که در ابتدای نماز میخونیم، کمتر کسی هست که تداعی میکنه معناش رو. اگر تنوع و تنوع دعاها باشه به طور طبیعی، شما قبل از اینکه بعد از اینکه تکبیر گفتید و کبریا و عظمت الله رو اعلان کردید، دستاتون رو تسلیم در مقابل او بلند کردید، تسلیم امر او شوید، دستاتون رو بستید، به طور طبیعی به فکر میفتید که چی رو انتخاب کنم، کدوم دعا رو شروع کنم، با کدوم سخن آغاز کنم. ما در هر موردی، در هر ارتباطی، در هر اجتماعی، در هر رابطه‌ای، در هر اتصالی با دیگران، بالاخره یه مقدماتی داریم و فکر می‌کنیم که چی بگیم، چی سخن بگیم. در نماز هم عیناً اینطوری هست، اگر ما بدونیم که چی بگیم، فکر کنیم، بسیار پرمعناتر میشه تا اینکه ناخودآگاه بدون فکر و بدون حتی انتخاب چیزی رو
به زبون بیاریم و تداعی معنویش هم نتونه صورت بگیره. در اذکار صبح و شام هم عیناً همینطوری هست، در اذکار وقت خواب و در وقت بیدار شدن از خواب هم عین این موضوع صادق هست. روایت های مختلف که گنجینه ها هست همه اینها، و سبحان الله العظیم پروردگار متعال این رحمت رو برامون عطا کرد که با تمام جزئیات زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم عکس برداری شد از زندگی فردی و اجتماعی و حتی شخصیشون. میبینیم که امهات المؤمنین عکس برداری کردن و برامون انتقال دادن و قرآن کریم هم برامون اسوه حسنه و الگوی نیک رو در اتباع و اطاعت سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نهاد. در نتیجه این تنوع دعاها برامون فرصت رو ایجاد میکنه که بتونیم قبل از اینکه دعایی رو بخونیم یا دعایی رو به زبان بیاریم، این انتخاب رو فکر کنیم که کدوم کی رو بخونیم تناسب داره با روحیات ما، با وضعیت ما، با اون چه که فکر درش میتونیم باید بکنیم. الحمدلله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. این هم یکی از دعاها است. یکی از اذکاری که در صبح هنگام در کلا از خواب بلند شدن چی میخواد بعد در بعد از تکمیل خواب باشه که قبل از فجر باشه یا در بین شب باشه، اومان پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از نماز فجر بلند میشدن، زود میخوابیدن و زود هم بلند میشدن. مثل ما که دیر میخوابیم و برای نماز هم مشکل بلند میشیم و صبح هم ناچار باید بعد از نماز بخوابیم، این چنین سنتی در زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود نداشت. زود خوابیدن سنت بود و با زود بلند شدن، قبل از فجر بلند شدن، تهجد خوندن سیرت و سنت دائمی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. وقتی بلند می شدن در سحرگاه می گفتن لا اله الا الله وحده لا شریک له، توحید یکتایی پروردگار متعال. این جمله هایی است که در اذکار صبح و شام هم هست، در اذکار عموم هم وجود داره. این جمله ها جمله های بنیادین و اساسینی هست که باید با کثرت تفکر و تأمل و به همین صورت ذکر اینها نگه داشت، معانی مفاهیم اینا رو در زندگی خودمون. اون الهی که یکتایی هست، شریکی نداره، له الملک، ملک مال او هست، کسی در این مالکیت شریکش نیست، هیچ کسی جانشینش نیست، هیچ کسی وزیرش نیست، هیچ کسی ولایت تکوینی رو بهش نسپرده، ملک مال او هست، له الملک. مالکیت و ملکیت، مالکیت یعنی اختیاردار بودن، ملکیت یعنی حکم فرما بودن. هم در اختیارش هست، هم حکم فرماش هست. هیچ چیزی در این جهان خارج از امر و اراده او نه اتفاق میفته و نه هم خارج از سلطه و اقتدار او وجود داره. بر هر چیزی و والا کل شیء قدیر، بر هر چیزی اقتدار داره، بر هر چیزی سلطه و حاکمیت او گیرا است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این جمله جمله های اصول هست در اذکار. اصول یعنی ریشه هایی که اذکار بر اینها قائم هست. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر. و در ارتباط با این کلمات و این جمله های مختصر و کوتاه، هر چی بگیم کم گفتیم، البته ما به طور مستقل ان شاء الله در ارتباط با اینها بر صحبت های خواهیم داشت، ولی مهم اینجاست که سبحان الله یعنی منزه دونستن الله متعال هر چیزی که شایسته او نیست و دور نگه داشتن همه خلائق از خطوط قرمزی که اختصاص به ذات یکتای الله داره و هیچ اهدی در اون خطوط نباید وارد بشه، با شریک نباید قرار داده بشه، با
باش نباید تشبیه بشه. الحمدلله کمالی که صفات کامل کمال الوهیت پروردگار متعال در بر داره و تمام نیکی ها رو به او نسبت دادن و خود رو هیچ دونستن و در نتیجه این لا اله الا الله معبودی به حقی نیست مگر او. اون چی که هست اگر وجود داره به ناحق هست، اگر ایجاد شده به ناحق هست و باید حذف بشه. والله اکبر، بزرگی و کبریا و عظمت از اوست. الله اکبر سمبولی از استسلام و اطاعت است. الله اکبر تعبیری از خشوع و خضوع در قبال حاکمیت است. الله اکبر امتثال اوامر الهی است. یک کلمه بسیار مختصر ولی پر معنا، وقتی میگه الله اکبر تسلیم شدی، الله اکبر پذیرفتی، الله اکبر مقام و بزرگی الله متعال رو اعتراف کردی. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در این میان هیچ مانعی هم نیست، هیچ اقتداری هم نیست، هیچ توانی وجود نداره مگر با مرتبط با اراده و توان الهی. همه قدرت داریم ولی قدرت ما وابسته است به اراده الهی. همه امکانات داریم و امکانات ما وابسته است با اراده الهی. دنیا همه الا بالله العلی العظیم، حاکم مطلقی که عظمت اختصاص به او داره. رب اغفر لی. این هست خاتمه پروردگارا مرا بیامرز. استغفاری که هرچی بگیم کم گفتیم. پیامبر با تمام مقام عظیمی که وجود درشون وجود داشت باز هم میگن استغفار میکنم 70 بار در شبانه روز. چرا؟ به خاطر اینکه شکر الهی رو ادا کردن در خور توان هیچ کسی نیست. عبادت شایسته پروردگار متعال رو عملی کردن در توان هیچ انسانی نیست. در نتیجه اعتراف به عجز ما هست و اعتراف به بزرگی پروردگار متعال و در این حال گناهان ما هم که طبیعی هست، اون بحث دیگری هست. لغزش های ما، خطاهای ما، برای ما بحث گناه هست، بحث نافرمانی هست، بحث لغزش هست، بحث اشتباهاتی هست که از زبان و ارکان دیگه ناخواسته و خواسته صادر میشه. اما در کل حتی مقام انبیا هم نیازی به این جمله پرمعنا دارن که بگن رب اغفر لی، چون اعتراف بر این هست که نه کسی توان و قدرت اینو داره که اونطوری که الله متعال شایسته و بایسته هست عبادت اون رو بکنه و نه این بشری این امکانات رو داره که اونطوری که نعمتهای الهی مقتضاش هست شکر الله متعال رو بگه. باز هم توصیه میکنم که کتاب ها و نرم افزار های زیادی وجود داره در ارتباط با دعا و اذکار صبح و شام در هر موقعیتی، خصوصا ابتدا و انتهای فعالیتاتون که از وقت خوابیدن باشه و از خواب بلند شدن باشه تا برنامه دی. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.